شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی همراه ما هستند. بپردازیم به همایش دیشب، علاوه بر اینکه یک ارزیابی کلی می‌خوایم که شما داشته باشید از اونچه که در سخنرانی‌های دیشب مطرح شد. به نظرتون چرا به موضوع جنگ اوکراین و روسیه در سومین روز همایش ملی جمهوری خواهان کمتر پرداخته شده؟ وقتتون بخیر خانم طلایی. آنچه که دیشب به اون پرداخت شد بحث کلی سیاست خارجی آقای بایدن بود و ضعف‌هایی که تا اینجا داشته در قبال جمهوری اسلامی، در قبال چین و در قبال روسیه، و بحث این بود که در دولت احتمالی جدید آقای ترامپ این مسائل تکرار نخواهد شد، به خاطر اینکه هم آقای ترامپ و هم آقای ونس معاون احتمالی ایشون که الان انتخاب شدن و ممکن هست که پیروز باشن در این انتخابات، اینها موافق اصل واقع‌گرایی سیاسی هستند و معتقد به ایجاد مجدد بازدارندگی ایالات متحده در منطقه و در مقابل چین و در مقابل روسیه هستند و به این مفهوم خواهد بود که دقیقاً نقطه مقابل آنچه که تا حالا آقای بایدن پیاده کرده در زمینه سیاست خارجی رو دنبال خواهند کرد. دلیل این که به روسیه و اوکراین کمتر پرداخته شده و دلیل این که می‌بینیم که به نظر میشه گفت سعی می‌کنن با محافظه‌کاری خاصی راجع به وضعیت اوکراین صحبت کنن، شما اگه به صحبت‌های آقای ونس دقت کنید ایشون در این صحبت ها استفاده میکنه از یک جمله ای که میگه جنگ در اوکراین جنگی پایان ناپذیر است. این به نظر وقتی که شما سعی میکنید میان خطوط رو بخونید این معنی رو پیدا میکنه که اوکراین این جنگ رو باخته. واقعیت هم همینه که اوکراین در حال حاضر دیگه توانایی نظامی بازپسگیری اراضی اشغال شده رو نمیتونه داشته باشه، به دلیل اینکه شاهد حملات شدید بسیار روسیه هستیم و به دلیل اینکه شاهد این هستیم که روسیه خب به نوعی میشه گفتش که با برتری نظامی مقابل شده در زمینه اوکراین. اینها همه زمینه ساز این هست که سعی کنن کمک ها که داره به سمت اوکراین میره رو کاهش بدن و به نوعی اوکراین رو مجبور کنن که پایان این جنگ رو بپذیره. همین حالا هم دیدیم آلمان اعلام کرده که قرار هستش که کمک های مالیش رو کاهش بده. به نظرتون بیشتر یعنی بپردازیم به همین دلایل کم شدن حمایت مالی و تسلیحاتی برلین از سمت کیف و تأثیری که این سیاست ها خواهد داشت روی جنگ با اوکراین؟ خب ببینید، آلمان اعلام کرده که از چیزی در حدود 8 میلیارد دلار که سال گذشته کمک کرده بود، 8 میلیارد یورو اسخای میکنم که کمک کرده بود به اوکراین، امسال این مبلغ رو به نصف خودش کاهش داده و داره سعی میکنه سیاست سفت و سختی رو اجرا کنه برای اینکه بتونه این تفاوت کمک هایی که به اوکراین میشده رو از سود اموال و دارایی های بلاکی شده و مصادره شده روسیه این رو به دست بیاره. خب طبیعتاً این سود این عدد نخواهد بود، خیلی سخت خواهد بود که بتونه ما به تفاوت رو پر کنه و آلمان رو باید در نظر بگیریم که در اتحادیه اروپا نقش بسیار کلیدی داره و همچنین همین الان بحث این هستش که مکان فرماندهی ارسال تجهیزات به طور کلی به اوکراین به آلمان منتقل بشه. برای همین آلمان نقش بسیار کلیدی رو ایفا میکنه. آلمان کشوری هست که بیشترین کمک های اروپایی رو به اوکراین داشته، چه از نظر مالی چه از نظر تسلیحاتی، و به نظر میرسه آلمانی ها هم با این واقعیت روبرو شدن که در حال حاضر اوکراین دیگه توانایی پیروزی در این جنگ رو نداره و در بهترین حالت میتونه تنها بخش اندکی از اراضی اشغال شده رو پس بگیره و به نظر میرسه که روسیه داره سعی میکنه که اون واقعیت سیاسی جدیدی که مد نظرش بود رو به جهان معرفی کنه. متشکرم از توضیحات شما. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین‌الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی.